هستن خط خبرها. همزمان با پایان دوره تحریم تسلیحاتی در قطعنامه 2231 ایران میگوید که از امروز میتواند آزادانه اسلحه خرید و فروش کند. 13 کشته و 120 زخمی بر اثر انفجار در ولایت غور افغانستان، اکثر قربانیان غیر نظامی هستند. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در تهران بعد از سفر به هند و پاکستان، عبدالله عبدالله برای جلب حمایت کشورهای همسایه از روند صلح تلاش می‌کند. و آغاز محدودیت‌های تازه در جهان به دنبال افزایش شیوع کرونا، رئیس شورای شهر تهران می‌گوید کلان شهرها را باید 2 هفته تعطیل کرد. سلام، عصرتون بخیر. پریزاد نوبخت هستم. خوش آمدید به این بخش خبری در 27 مهر برابر با 18 اکتبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. مقام‌های ایران میگویند که مدت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه این کشور به سر رسیده و از امروز ایران آزادانه میتواند اسلحه معامله کند. اشاره ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی ایران 5 سال بعد از اجرای توافق برجام، یعنی از امروز، برداشته می شود. بر همین اساس تحریم مسافرت خارجی 43 شخص و 10 شرکت و نهاد ایرانی هم لغو می شود. آمریکا هم اصرار دارد که همه این تحریم ها به قوت خود باقی است. کسرا ناجی در گزارشش می گوید که با وجود تحریم های آمریکا بعید است که ایران خرید و فروش قابل توجهی داشته باشد. کمی بعد از توافق هسته‌ای ایران و قدرت های بزرگ، 5 نمایشگاه بین‌المللی صنایع تسلیحاتی و دفاعی در بغداد، ایران هم حضور داشت، اگرچه با ماکت چند کشتی و هوورکرافت. ایران با توافق هسته‌ای به امروز امید بسته بود، برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی، روزی که بتواند پیشرفته‌ترین هواپیماها و سیستم‌های دفاعی هوایی را بخرد و تولیداتش را هم به کشورهای همسایه بفروشد. 4 سال سر این با آمریکا جنگیدیم. 4 سال بود آمریکا این در و اون در میزد. این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که هفته گذشته به پیشواز امروز رفت. آمریکا موفق نشد. اونهایی که میگن برجام برای ما چه کرده، این یکی از کارهای برجام، تحریم تسلیحاتی رو برداشت. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم. وزارت خارجه ایران حالا بیانیه‌ای منتشر کرده برای تاکید بر رد ادعاهای آمریکا که میگوید تحریم‌های تسلیحاتی همچنان به قدرت خود باقی است. در این بیانیه گفته شده که ایران از کشورهای مختلف انتظار دارد که سیاست‌هایشان را با این تحول تازه تطبیق بدهند و اقدام‌های آمریکا غیر قانونی است. وزارت خارجه ایران این چند صفحه اسناد را هم منتشر کرده که میگوید روشن میکند که بر اساس قطعنامه 2231 سازمان ملل تمام محدودیت ها از امروز برداشته میشود و از جمله منع سفر 10 نفر از شخصیت ها. قبلا قطعنامه 2231 در یکی از ضمیمه هایش اسامی 43 نفر از شخصیت های ایرانی، از فرماندهان سپاه پاسداران و افراد درگیر در برنامه هسته ایران را فهرست کرده بود که منع سفر آنها قرار بود امروز برداشته شود و همچنین تحریم 78 شرکت و سازمان ایرانی که حالا ایران میگوید محدودیت های همه آنها برداشته شده است. اما تبدیل این شکست آمریکا به یک دستاورد راهبردی برای ملت ایران چیزی نیست که فقط با سخنرانی اتفاق بیفتد، بلکه باید گام‌های مهمی در واکنش متناسب و بازدارنده در قبال فشارهای بیشتر آمریکا و همچنین فروش و خرید سلاح انجام پذیرد. اما ایران امروز به علت تحریم های آمریکا تحت شدیدترین محدودیت های تجارتی است که فروش اسلحه به ایران را تقریبا غیر ممکن می کند، حتی از سوی همپیمانان ایران، روسیه و چین. محدودیت هایی که پولی را هم برای ایران برای خرید به جز خرید کالاهای اساسی، غذا و دارو باقی نگذاشته است. برداشته شدن تحریم ها حتی اگر بحثی درباره آن نباشد ممکن است چیزی را عوض نکند.
کسرانجی بی بی سی. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، آمریکا خیلی تلاش کرد که این تحریم ها رو به قوت خودش باقی نگه داره، اما خب شکست خورد. الان موضعش چیه؟ آمریکا همچنان هم میگه تحریم ها سر جای خودشون باقی هستن. یعنی زمانی که یک ماه پیش آمریکا اعلام کرد که مکانیزم ماشه رو اجرایی کرده، طبق همون قطعنامه 2231 خودش رو محق میدونه که این کار رو انجام بده، دولت آمریکا اعلام کرد که همه تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران سر جای خودشون برگشتن. بنابراین به گفته آمریکا نه تنها تحریم‌های تسلیحاتی که دیگر تحریم‌های ایران که مربوط می‌شد به فعالیت‌های هسته‌ای این کشور و از سوی شورای امنیت برقرار شده بودن سر جای خودشون هستند. جامعه بین‌الملل با آمریکا موافق نیست سر این قضیه و قبلا هم ریاست شورای امنیت هم مقام‌های اروپایی اعلام کرده بودند که با این نظر آمریکا موافق نیستند. اما گزندگی تحریم‌های ثانویه آمریکا به حدی هست که شرکت‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی بخوان حذر کنند از تراکنش‌های مالی، مبادلات مالی با ایران. در این گونه موارد اونها هم نگرانی‌های خودشون رو دارند. به هر حال علاوه بر تحریم‌هایی که حالا آمریکا میگه سر جای خودشون باقی هستند و طبق قطعنامه 2231 لغو شدند، باید به این نکته هم اشاره کرد، به دو نکته باید اشاره کرد که یک، به خاطر تحریم‌های آمریکا، از جمله اینکه اخیراً 18 بانک ایران رو مورد شدیدترین تحریم‌ها آمریکا قرار داد و اینکه ایران امکاناتی برای فروش نفت به اون صورت نداره، از نظر مالی خرید و فروش تسلیحات وارد کردنشون حداقل به اون آسانی نیست، با توجه به محدودیت‌هایی که بانک‌های خارجی در نظر می‌گیرن به خاطر فشار آمریکا. و سوی دیگر بحث این هست که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی هم خودشون به نوبه خودشون تحریم‌های تسلیحاتی رو برای ایران در نظر گرفته بودند که جدای از قطعنامه 2231 در نظر گرفته میشه. بنابراین شریک تجاری که ایران خواهد داشت برای که احیانا بخواد تسلیحاتی وارد کنه روسیه و چین خواهد بود. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا قبلا اعلام کرد بود که ایران خواستار این هست که تانک‌های T-90 و همچنین سوخوی سیش روسیه وارد کنه و روس‌ها و چینی‌ها هم علاقمند هستند که اینها رو در کنار سیستم‌های ضد موشکی و دفاع دریایی به ایران بفروشند. اینکه تا چه حد امکان پذیر باشه و تا چه حد منابع مالی وجود داشته باشند سوالی است که باید دید. آمریکا در اعمال تحریم‌های ثانویه چه مقدار می‌تونه حتی بر مؤسسات روسی و چینی فشار وارد کنه؟ مشکرم ازت خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران درباره افزایش بازداشت‌ها هشدار دادند. به گفته آنها از سرنوشت 6 فعال مدنی که 12 روز پیش بازداشت شدند خبری در دست نیست. بنابر گزارش‌ها شبنم آشوری، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه آگاهنامه و چند فعال اجتماعی و کارگری به نام‌های الوار قلیوند، ندا پیرخزرانیان، لقمان پیرخزرانیان، آرش جوهری و اندیشه صدری بعد از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شدند. دلایل بازداشت و اتهامات علیه آنها هم روشن نیست. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در اولین روز سفرش به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. آقای عبدالله با رئیس جمهوری، رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و بعضی از مقام‌های دیگر این کشور هم دیدار می‌کند. گفته شده که این سفر به دعوت ایران و به دنبال سلسله سفرهای منطقه‌ای آقای عبدالله برای جلب حمایت این کشور از روند صلح در افغانستان صورت گرفته. آقای عبدالله پیشتر به پاکستان و هند رفته بود. گروه طالبان حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در هلمند را ناقض توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور توصیف کرده. یک سخنگوی طالبان گفته که هواپیماها در چندین منطقه هلمند حمله هوایی کردند. نیروهای آمریکایی از ارتش افغانستان در برابر طالبان حمایت می‌کنند. شبه نظامیان طالبان در چندین نقطه ولایت هلمند به نیروهای دولتی حمله کرده بودند. طالبان به آمریکا هشدار داده که این حملات پیامدهایی خواهد داشت.
در افغانستان انفجاری مهیب در فیروزکوه مرکز ولایت غور دست کم 13 کشته و حدود 120 زخمی به جای گذاشت. مسئولان بیمارستان دولتی غور به بی بی سی گفتند که همه کشته شدگان و اکثر زخمی ها غیر نظامی هستند. یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی ساختمان های فرماندهی پلیس، ریاست امور زنان و ریاست شهدا و معلولین منفجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. تلاش برای نجات بازماندگان یک انفجار بزرگ در فیروزکوه مرکز ولایت غور. مردم به دنبال عزیزانشان، عزیزانی که قربانی انفجار خودروی پر از مواد منفجره شدند. برادرم نیم ساعت قبل از وجود از امزی داخل شهدا معلولین ارتباط گرفته بوده که من به اینجا هم بعد از اون دیگه نامعلومه که تو مرده ای زنده ای. شب خانم رفتم سیده دانه جنازه بود و قد از نام نبود و زخمی هارم رفتیم و قد زخمی هم نبود. انفجار در نزدیکی ریاست امور زنان و فرماندهی پلیس رخ داده. مشخص نیست کدام یک برای عاملان انفجار مهمتر است، اما هر کدام پیشفرض خودشان را دارند. روی اخطاری که قبلا ریاست امور زنان دیده بود فکر کنم که دقیقا هدف ریاست امور زنان بوده و کامازی هم که انفجار شده بود فرد شده بود به دروازه ریاست امور زنان بود و از تجهیزات ریاست امور زنان از میز و کامپیوتر و چوکی و اینا در دروازه و کلکین همه چیز ناسالم و پراگنده و شکسته شده. انفجار به قدری قوی بوده که اماکن اطرافش را نیز تخریب کرده. مرکز شهری که شبیه یک ویرانه شده. بیش از 100 زخمی و نزدیک به 15 کشته تا بعد از ظهر امروز. اکثرشان غیر نظامیان. اومدم دفتر ششته بودم پلیس مردمی. هم یک دم گرم باز شدیم. سبب برآمد دیگه خبر ندارم. همین شیشه میشه همگی. دم سر کلم خوردن. سرم زخم برداشته یک پرچه ده. سر دلم هسته. به داخل شهدا معلولین بودم. کمی اتفاق بفتاد کردن دیگه صدا کرد دیگه خبر ندارم ترک شد دیگه خون از سر ما جریان کرد. دولت مسئولیت این انفجار را به دوش طالبان می اندازد. سخنگوی وزارت داخله گفته در 6 ماه گذشته این گروه به کشتار بدون مسئولیت پذیری ادامه دادند. مردم هم چه کار طالبان باشد چه نه با چنین خشونتی صلح را دست نیافتنی می بینند. این یک عمل غیر اسلامی، غیر انسانی که هدفش ویران کردن شهر، ویران کردن خانه های مردم، کشتار و زخمی کردن مردم است، نشان میده که هیچ اراده‌ای برای صلح وجود نداره. این حملات در حالی جان غیر نظامیان را میگیرد که هیئت دولت و طالبان در دوحه قطر مشغول مذاکرات صلح هستند. خانم کوفی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت، در واکنش به انفجار امروز نوشته جنگ برنده‌ای ندارد. برد در میز مذاکرات است که اتفاق می‌افتد، نه با کشتن غیر نظامیان. همچنان در همسایگی غور، ولایت جنوبی هلمند، پس از 8 روز درگیری، دولت در تلاش تصفیه محل از حضور طالبان است و توقف جنگ. جنگی که هزاران نفر را آواره و بی‌خانمان کرد. آمریکا حمله طالبان به هلمند را خلاف توافقنامه خود با این گروه خوانده. طالبان اما امروز در اعلامیه گفته آمریکا با انجام عملیات هوایی در هلمند توافقنامه را نقض کرده و عواقب آن به دوش خودش خواهد بود. انتظار می‌رفت با امضای توافقنامه طالبان با آمریکا خشونت‌ها در افغانستان کاهش پیدا کند، اما افزایش یافت. پس از آن تنها امید شروع مذاکرات این گروه با دولت بود که همچنان آرامشی در پی نداشته. با وجود گذشت بیش از 1 ماه از مذاکرات، آنچه به مردم رسیده همچنان زخم و جنگ بوده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. همانطور که پیشتر هم گفتم، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، در اولین روز سفرش به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده. او پیشتر به پاکستان و هند هم رفته بود. همکارم روین رهنوش از کابل با ماست تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. روین، از اهداف این سفر آقای عبدالله عبدالله به ایران برامون بیشتر توضیح بده. اونطور که با شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم گفته، آقای عبدالله هدف از این سفرش تلاش‌ها برای جلب حمایت و اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان هست.
آقای عبدالله قبلا همونطور که گفتی به پاکستان و هند هم سفرهایی داشت و این در جریان 3 هفته اخیر سومین سفر آقای عبدالله به خاطر این هدف هست و آقای عبدالله را در جریان این سفر شما را از مقام‌های دولتی همراهی می‌کنند. قرار هست که با گفته شورای عالی مصالحه ملی عبدالله با حسن روحانی رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه، رئیس شورای اسلامی و دبیر شورای امنیت ملی ایران و شماری از مقام‌های دیگر هم دیدار و گفتگو داشته باشد. در ویدیویی که صبح امروز پیش از پرواز آقای عبدالله به سمت تهران در فرودگاه کابل ضبط شده، عبدالله میگه که ایران به عنوان یک همسایه به روند صلح افغانستان علاقمند هست و همینطور تأثیرگذار او در پاسخ به سوال در مورد نقش ایران در روند صلح افغانستان هم میگه که هر کشور به اندازه خودش نقش داره و اونها هم از ادامه جنگ در افغانستان متاثر هستند. عبدالله بعد از ورود به تهران در صحن وزارت امور خارجه ایران هم نهال شاند. اقدام نمادینی که پیش از این در سفرهای قبلیش در 2 سفر گذشته هم انجام داده بود. بعد ویدیوی که به نشر رسیدن نشان می‌ده که عبدالله دیدار و گفتگوی کوتاه در وزارت خارجه ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم داشته. این سفر عبدالله به ایران در حال صورت میگیره که در جریان 1 هفته اخیر اتهام‌های مرتبط به جنگ و صلح افغانستان علیه ایران مطرح شده، هم در داخل و هم در خارج از افغانستان. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان چند روز پیش گفت که ایران میخواهد که آمریکا در یک جنگ ناموفق و پرهزینه در افغانستان مصروف باشه و هرچند این صحبت‌هایی است که پیش از این مقام‌های دیگر آمریکایی هم بارها حالا با ادبیات مشابه یا متفاوت مطرح کردن. دقیقاً می‌خواستم همین نظر بپرسم که این اتهام‌ها رو چقدر مقام‌های افغانستان جدی می‌گیرن؟ مقام‌های افغانستان حالا در این موارد هنوز چیزی نگفتن. پیش از این البته ادعاهای در افغانستان هم مطرح شده بود که مقام‌های دولتی و چه سیاسیون مطرح کردند که ایران حالا با توجه به اون رابطه‌ای که ایران با گروه طالبان خودش تایید کرده که داره و هرچند گفته که این رابطه را در جهت منافع دولت افغانستان به کار می‌گیره، اما قبلا بحث حمایت ایران از طالبان مطرح بوده. این چند روز پیش هم رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم گفت که در جنگ جاری هلمند اون افراد گروه طالبان مصروف هستند و به عهده دارنش که از طرف ایران حمایت میشن، اما خب از این هم این ادعاها را رد کرده بود و حالا هم رد کرده. ممنونم از روین رهنوش، خبرنگار من از کابل با من. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با پایان دوره تحریم تسلیحاتی در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، ایران میگوید که از امروز میتواند آزادانه اسلحه خرید و فروش کند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور افغانستان دست کم 13 کشته و 120 زخمی به جای گذاشت. اکثر قربانیان غیر نظامی هستند. در ادامه این برنامه، آغاز محدودیت‌های تازه در جهان به دنبال افزایش شیوع کرونا. از دیشب بار دیگر میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان آتش بس اعلام شده، اما این بار هم مانند آتش بس هفته گذشته از همان آغاز شکننده به نظر می‌رسد. هر دو طرف درگیر در جنگ قره‌باغ از آغاز امروز یکدیگر را به شکستن آتش بس متهم کردند. هدف از آتش بس رد و بدل کردن اسیران و اجساد کشته شدگان است. جمهوری آذربایجان اعلام کرده که به صورت یک جانبه حاضر است اجساد کشته شدگان ارمنی را تحویل بدهد. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. امروز 29مین سالگرد اعلام استقلال جمهوری آذربایجان است. در این 29 سال برای نخستین بار است که ارتش پیروزمندانه به بخش‌هایی از جنوب غرب این جمهوری وارد می‌شود. دیروز آذری‌ها به پل خداآفرین بر رود ارس رسیدند. شماری از آذری‌های ایران از این سوی ارس برایشان هورا کشیدند.
اما امروز ارتش جمهوری آذربایجان اعلام کرده که نیروهایش در همین منطقه خداآفرین زیر آتش ارمنی ها رفتند که آتش بس را شکسته اند. ارمنستان تکذیب کرده. متقابلا آذری ها را به شکستن آتش بس متهم کرده. مانند هفته پیش، این بار از همان نخستین ساعت اعلام آتش بس از رد و بدل آتش خبر می رسد. آذری ها می گویند این بار از داخل خاک ارمنستان با آنان شلیک شده. در جبهه شمالی و منطقه تاووش یا توبوز که همین 3 ماه پیش صحنه درگیری کوتاه مدتی میان آذری ها و ارمنی ها شد. اینکه درگیری به خاک ارمنستان کشیده شود شاید در خود ارمنستان هم طرفدار داشته باشد. به نظر نمی رسد ارمنی ها خیلی به پایدار بودن آتش بس دل بسته روی آن حساب کرده باشند. خواست ارمنی ها این است که ارتش روسیه که در کشورشان مستقر است با عنوان پاسدار صلح وارد عمل شود تا این گونه جلوی پیشروی آذری ها که برتری نظامی چشمگیری دارند گرفته شود. ورود روسیه به معرکه هم لازمش کشیده شدن درگیری به خاک ارمنستان است. از اظهار نظرهای مقام های روسیه چنین برمی آید که در برابر آزاد شدن خاکی که در اشغال ارمنی ها بوده نمی توانند کاری بکنند، اما می خواهند قره‌باغ و بخشی از خاک جمهوری آذربایجان که قره‌باغ را به ارمنستان وصل می کند تا تعیین تکلیف نهایی قره‌باغ در دست ارمنی ها بماند. مرتضی فرهمند، BBC. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. اول بریم سراغ فرانسه. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از پاریس، پایتخت که شاهد تجمعی برای اظهار همبستگی با معلمان این کشور است که 2 روز پیش در حومه پاریس شاهد این بودیم که یک نوجوان اسلامگرا معلمی را سر برید. این معلم کاریکاتوری از پیامبر اسلام را که در مجله شارلی ابدو منتشر شده بود در کلاس به شاگردانش نشون داده بود. معلم تاریخ بود. بعد از این حادثه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از محل حادثه دیدار کرد و این قتل را تروریستی خواند و گفتش که این معلم به دلیل تدریس آزادی بیان به قتل رسیده. این حادثه 2 روز پیش در شمال غربی پاریس، پایتخت فرانسه، اتفاق افتاد. پلیس اعلام کرد که فرد مهاجم را به شلیک گلوله کشته و تا به حال هم 11 نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت شدند. همطور که گفتم این تصاویر زنده است از پاریس، پایتخت، و این تجمعی که می‌بینید در حمایت از معلمان این کشور برگزار شده. رانش زمین در ویتنام دست کم 22 سرباز ارتش را زیر گل و لای مدفون کرد. مسئولان گفتند که اوایل بامداد امروز بخشی از کوه روی آسایشگاه سربازان فرو ریخت و باعث مرگشان شد. یک مقام مسئول از وقوع 4 یا 5 رانش زمین گفته. ویتنام امسال شاهد بدترین سیلاب‌ها در سال‌های اخیر بوده. یک هیئت از اسرائیل همراه وزیر دارایی آمریکا برای برگزاری مراسم عادی‌سازی روابط دیپلماتیک به منامه پایتخت بحرین رفتند. در این مراسم سند برقراری رسمی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و بحرین امضا می‌شود که بر اساس آنها دو کشور می‌توانند در خاک یکدیگر سفارتخانه باز کنند. پیش از بحرین، امارات متحده عربی هم ماه گذشته از در آشتی و برقراری روابط با اسرائیل درآمد، اقدامی که اعتراض فلسطینیان را در پی داشت. رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از افزایش پرشتاب مبتلایان به ویروس کرونا، پایتخت ایران به مدت 2 هفته تعطیل شود. بیمارستان‌های تهران در روزهای اخیر با بحران مواجه بودند چون ظرفیت پذیرش بیماران جدید را ندارند. همزمان در بعضی از کشورهای اروپایی هم موج تازه کرونا به محدودیت‌های تازه منجر شده. جهان امروز با لشکری 9 میلیونی از مبتلایان به کرونا روبروست. تازه این آمار رسمی است و بیشترین فشار بر نظام پزشکی و درمانی جهان قرن 21 محسوب می شود. بیشترین مبتلایان در قاره آمریکا هستند و سپس آسیای جنوب شرقی و اروپا. کشوری که تاکنون بیشترین تعداد مبتلاها و جانباختگان را تجربه کرده ایالات متحده آمریکا است. جایی که اخیراً تنها ظرف 1 روز 70,000 نفر به شمار مبتلایان اضافه شد. در بقیه قاره آمریکا، برزیل در رتبه بعدی است. وضعیت اروپا هم تعریف چندانی ندارد. ایتالیا که در ماه اسفند پارسال سخت‌ترین موج اول ابتلا را تجربه کرد، دیروز خود را با حدود 11,000 مبتلای جدید روبرو دید.
در فرانسه این دسته از ساکنان پاریس می‌کوشند از آخرین شب قبل از اعمال محدودیت‌های تازه حد اکثر استفاده را بکنند. زیرا از امروز بین ساعت 9 شب تا 6 صبح بسیاری از رفت و آمدها ممنوع شده. در اسرائیل محدودیت‌ها قدری کاهش یافته، اما تظاهرات هفتگی ضد دولتی که عمدتاً در اعتراض به عملکرد دولت در مدیریت بحران کرونا است، جانی تازه گرفته. در مکزیک بعد از ماه‌ها محدودیت، علاقمندان به فوتبال به استادیوم‌ها بازگشتند. اما وضعیت در ایران رو به وخیم‌تر شدن است، به طوری که رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد تعطیلی موقت شهر را مطرح کرده. به نظر میاد ما برای اینکه زنجیره کرونا رو از بین ببریم، باید حداقل دو هفته به سمت تعطیلی تهران و حتی کلان شهرها بریم و این ارتباط کرونا رو قطع بکنیم. اگر نه این همینجوری به گسترش پیدا میکنه و نمیتونیم جلوی اون بایستیم. ازدحام مردم در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران به معضلی در مهار شیوع کرونا بدل شده و چندی است مسئولان از شدت عمل با متخلفان میگویند. تهران بالاترین میزان در واقع مبدا سفری رو در تعطیلات گذشته داشته. از جمله علی زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، که پیشنهاد کرده هر کس از تهران به مسافرت برود و مبتلا شود، هزینه درمان به عهده خودش باشد. دلیلش هم فشار سنگینی است که بیمارستان‌ها و کادر درمانی تحمل می‌کنند و با درماندگی آن را با افکار عمومی در میان می‌گذارند. دیگه اصلا نمیخوایم توصیه به مردم بکنیم، نمیخوایم گلایه بکنیم، ما هیچ گلایه نداریم، توصیه نداریم. واقعا ما در خط مقدم در حال مبارزه بسیار سنگینی هستیم، یعنی برادران شما، خواهران شما در خط مقدم مبارزه با کرونا توی بیمارستان ها واقعا تحت فشار زیادی هستن. ولی من بازم به مردم قول میدم، میگم ما هیچ گلایه نداریم، ولی ما تا زمانی که بتونیم نفس بکشیم، جان در بدنمون داشته باشیم، ما تو خط مقدم در حال مبارزه خواهیم بود. کسانی هم هستند که انگار در دنیای دیگر زندگی می‌کنند. فعالان ضد قرنطینه و منکران خطر کرونا در بسیاری از کشورها از جمله در بریتانیا مشغولند و به رغم محدودیت‌های تازه در لندن روز گذشته با شعار آزادی ما را پس دهید دست به تجمع زدند. دولت بریتانیا یک دستبندی سگانه تعریف کرده و لندن را در رتبه دوم هشدار قرار داده. پایان گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه تلویزیون فارسی بی بی سی رو برای تماشا انتخاب کردید.